باروت خیس برای همسر رئیس جمهور آمریکا در شلمچه و در مراسم اختتامیه 10مین کنگره بین المللی رهاورد سرزمین نور جایزه باروت خیس به طور نمادین به میشل اوباما همسر باراک اوباما اعطا شد. جایزه باروت خیس هر سال به یکی از مخالفان انقلاب اسلامی که برخلاف میل خود خدمتی به انقلاب کرده است اهدا می شود. میشل اوباما چند روز پیش جایزه اسکار را به سازنده فیلم ضد ایرانی آرگو هدیه داد و ناخواسته مهر تاییدی بر ماهیت سیاسی این فیلم هالیوودی و جایزه اسکار زد. سال 2013 آرگو اسکار میگیرد، فیلمی ضد ایرانی. و بعد عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینا جایزه رو بردن داخل کاخ سفید، از داخل کاخ سفید زن رئیس جمهور و یعنی بالاترین مقام رسمی امریکا اومده یه جایزه هنری میده که تنها خصوصیت این فیلم ضد ایرانی بودنشه. و امروز خانواده شهدا، هنرمندان و بیش از 200 تبعی خارجی از 37 کشور جهان در شلمچه هستند تا تندیس باروت خیس را در اختتامیه کنگره بین‌المللی رهاورد سرزمین نور به میشل اوباما اهدا کنند. به عنوان هنرمند فکر می‌کنید که اسکار چرا سیاسی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای از بین بردن ارزش‌های معنوی انسان‌ها. شما وقتی فیلم‌های تلویزیونی هالیوود رو می‌بینید، یه نوع سیاست زورمداری رو می‌خوان به مردم غالب کنند. به نظرم ما یه جورایی داریم از خانم میشل اوباما تشکر می‌کنیم که اینو واقعاً علنی کردن که این جایزه اسکار به فیلمی داده میشه که پشتش یه نگاه کاملا سیاسی وجود داره. دست استکبار آمریکا باز شد برای ایران، برای جهان. اینها این کار به این سبب می‌کنند که یه راهی پیدا بکنم که ایران را تحقیر بکنم، ایران را کوچک بکنم، ولی ایران اینطور نیست. ایران اصل حکومت، ایران اصل حکومت اسلامی است. و حضور کاروان 34 نفره خبرنگاران خارجی و برون مرزی. شما خبرنگار کدوم رسانه؟ من خبرنگار تلویزیون تمدن اسلامی افغانستان است. هلال تلویزیون ترکیه. شبکه هلال. یک مراسمی هست که اهدای جایزه میشه به خانم میشل اوباما برای اون اتفاقی که برای فیلم آرگو افتاده. خب یک جنبه خبری داره برای ما. رونمایی از تندیس باروت خیس. آیه قرآن روی این تندیس حک شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صم بکم عمی فهم لا یعقلون. قرار بود که تقدیم سفیر کشور سوئیس بشه و ایشون هم دعوت شده بود به این کنگره، اما ظاهرا تشریف نیاوردن. تندیس برای میشل اوباما پست شد.